خب بریم سراغ لول چهارم از چالش‌های ناتاس. ما تا الان لول صفر رو حل کردیم که یاد گرفتیم که آقا جان من آی دیولوپر هر چیزی رو به عنوان کامنت در HTML سورس کد وبسایت خودت قرار نده. در لول یک یاد گرفتیم که شورتکات ویو پیج سورس من فشردن همزمان کلیدهای کنترل یو هست. خب اینم نکته‌ای بود که در لول یک یاد گرفتیم. به عنوان نکته سوم در لول دوم یاد گرفتیم که حتما وب سرورتون رو هاردن میکنه. چرا؟ چون اگر دایرکتوری براوزینگ شما فعال باشه یک پرسپکتیوی از تمام فایل هایی که در داخل وب روت شما وجود داره رو میتونه در اختیار هر کسی قرار بده. و در نهایت به عنوان نکته چهارم اومدیم در لول سوم آشنا شدیم با یک فایلی به نام robots.txt و تمام اون داستان هایی که در مورد اون وجود داشت. ما توی در واقع لول سفرم یوزر و پس لول چهارممون رو پیدا کردیم، پس اون رو اینجا کپی میکنم، وارد سایت در واقع ناتاس چالش میشم، در لول سه اپروچ لول چهار میام یو آر ال خودم رو کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم. خیلی خوب، اگر خاطرتون باشه من قبل از اینکه پردازم به این ویدیو اومدم یک اکسترا ویدیویی رو ضبط کردم و در مورد HTTP کامل و مفصل صحبت کردم. مفاهیم مثل HTTP, HTTPS, ورژن 1, ورژن 2 تفاوت‌هاشون رو صحبت کردیم. در مورد پراکسی صحبت کردیم، در مورد استاتوس کد‌ها صحبت کردیم، میجر HTTP متد‌ها رو در مورد صحبت کردیم و یه دمونه مثال رو هم در مورد ریکوست و ریسپانس با هم تیکه پاره کردیم. خیلی سریع من اینجا یه فلش بک میزنم به اون چی که در اونجا صحبت کردیم. اگر خاطرتون باشه گفتم که ما یک کلاینت داشتیم، یک سرور. وقتی که مرورگر خودمون رو باز میکنیم و اونجا مینویسیم aparat.com enter، یک ریکوستی از سمت کلاینت به سمت سرور میره. سرور هم اینجا یک پروسسی رو انجام میده و یک ریسپانسی رو با یک استاتوس کد مشخص برمیگردونه به سمت کلاینت. پس یک کلاینت، یک سرور، یک ریکوست، یک ریسپانس. داستان چی بود؟ داستان این بود که این وسط همیشه هیچی نیست. ممکنه این وسط یه سری لوگوهایی هم وجود داشته باشه. نمونه از این که ما به این لوگوها میگیم چی؟ در واقع پراکسی. کار این پروکسی ها میتونه چیزهای مختلفی باشه. از کش سرور بگیرید، از گیت‌وی بگیرید، منتها یکی از قابلیت‌های جالب اون بس منیپولیشنه. یعنی چی؟ یعنی آقا دیتایی که داره از سمت کلاینت به سمت سرور میره رو میتونیم اینجا دستکاریش بکنیم. یعنی یه اینترسپشنی رو این وسط انجام میدیم، یک وقفه‌ای رو تعمدن ایجاد میکنیم. چرا؟ چون دیتا پیاده بشه، تغییرش بدم، بعد بفرستمش به سمت سرور. پس کلاینت من ریکوستش دایرکتلی به سمت سرور نمیره، میره به سمت مثلا یه پراکسی، پراکسی منیپولیتش میکنه میده به سمت در واقع سرور و سرور اینجا یک پروسس رو در واقع ریسپانس میده و میاد سمت این بر. خب یک نمونه از پراکسی هایی که اتفاقا در بحث وب اپلیکیشن سکیوریتی تستینگ هم بسیار کاربردی هست، نرم افزار برپ سویت هست که کمپانی پورتسویگر در واقع ریلیزش کرده و اگر دقت بکنید به بخش پروداکتس میبینید که نسخه ها و ادیشن های مختلفی از اون هم وجود داره، نسخه کامیونیتی ادیشن، پروفشنال و انترپرایز، و من اومدم نسخه رایگان اون رو تحت عنوان کامیونیتی ادیشن با فیچرهای خیلی کمتر دانلود کردم، نصبم کردم و اینجا دارم به شما نشونش میدم. خب داستان چیه؟ داستان اینه که این نرم افزار قابلیت‌های فراوانی رو در اختیار من قرار میده، از پراکسی بگیر تا ریپیتر تا سکوئنسر، و خب سر جاش من در مورد تک تک این فیچرها صحبت میکنم. اما توی این لول اسپسیفیک میخوام در مورد پراکسی صحبت بکنم. خب جالب اینجاست که یک مرورگر بایند شده به خودش هم وجود داره، یعنی کافیه من اینجا اوپن براوزر رو بزنم و مرورگر کرومیوم رو در واقع اوپن میکنه و منتظر میشم که این مرورگر بیاد بالا و اوکی.
خب برمیگردم اینجا، این URL رو کپی میکنم، میام این قسمت وارد میکنم. طبیعتا اینجا از من یک یوزر و پسی رو خواهد خواست. یوزر من اینه، پسورد من هم اینه. خیلی خب دقت بکنید، حتما باید دکمه اینترسپت شما آف باشه. پس من یوزرم رو میذارم ناتاس، پسوردم رو هم که کپی کردم اینجا پیستش میکنم و روی دکمه ساینین کلیک میکنم. اما چه اتفاقی میافته؟ به من یک مسیجی رو میده که آقا جان من اکسس به این پیج دیس الاود هست، شما اجازه دسترسی به این صفحه ندارید. چرا؟ چون از یک ریفرر، جلوتر صحبت میکنم، از یک ریفرر نال اومدید و اون افراد و یوزرهایی که اتورایز هستن، ببین یوزر پس من درست هست ولی یوزر و پس اتورایز باید حتما از این صفحه لاگین بکنه. خب من که نمیتونم در واقع از غیر این URL لاگین بکنم، پس چیکار میکنم؟ میام این دفعه اینترسپت خودم رو چیکار میکنم؟ آن میکنم. چرا؟ دلیلش اینه که وقتی که اینترسپت خودم رو آن میکنم، این دفعه این ریکوست مستقیم به سمت سرور چالش ناتاس ارسال نمیشه، میره به سمت برب سویت که نقش پراکسی داره. میام مثلا میزنم رفرش پیج، میبینید دیگه میگه گت کن این فایل رو تحت پروتکل HTTP ورژن 1 و خب طبیعتا اینم هدرش. نکته ای که وجود داره، من میخوام اینجا یک ریفرر هایجکینگی رو انجام بدم. چرا؟ چون میخوام بگم که بسته من بایستی ریفررش این URL باشه. اوکی، حالا میزنم فوروارد. حالا اگه فوروارد رو بزنم میبینم که چالش من پاس شد. چرا؟ دقیقا من هم یوزر و پس درست رو وارد کردم، یک، و همین که از یک URL مجاز در واقع ریفر شدم به صفحه این در واقع چالش. پس من یوزر من برای نیکس لیول این هست، کپی میکنم یا اینجا پیستش میکنم، اوکی، و اینم پسورد نیکس لیول من که اینجا واردش میکنم و تمام.